سلام با آغاز روز خوش آمدید. در مورد نشست استانبول صحبت میکنیم. طالبان و شورای عالی مصالحه گفته که نشست استانبول به زودی برگزار نمیشه. حالا برگزار نشدن نشست استانبول پیامش چی میتونه باشه؟ مهمان ما ولی فروزان آگاه سیاسی که از کانادا روی خط اسکایپ با ماست. آقای فروزان سلام، به برنامه خوش آمدید. تشکر آقای سخی‌زاده، سلام به شما، سلام به بیننده‌های محترم تلویزیون آریانا. سلامت باشید. شورای عالی مصالحه و طالبان گفته که نشست استانبول به زودی برگزار نمیشه. پیامش چی میتونه باشه؟ ادامه جنگ یا بنبست در نشست استانبول؟ خب طالبان از اول علاقمند به نشست با افغان ها نبودن، علاقمند بسیار زیاد با این بودن که با امریکایی‌ها مستقیما وارد مذاکره شوند و در 8 سال یا 9 سال گذشته تلاش‌های زیاد صورت گرفت که این مذاکرات سه جانبه باشه، اما تا آخر اتر یک مذاکرات سه جانبه به خود نپیوست. تا بالاخره دو سال قبل امریکایی‌ها ایره قبول کردن که مستقیما بدون موجودیت حکومت افغانستان وارد یک مذاکره با طالبان میشن که بالاخره او هم به یک بنبست مواجه شده. اما چهار بندش که دوتاش مستقیما مربوطه، چهار بند توافقنامه که دو بندش مستقیما مربوطه طالبا و امریکایی ها میشد، حتی در امو هم مشکلات را ایجاد کردن که بالاخره آقای خلیلزاد مجبور شد که دو بند توافقنامه را که مربوط امریکایی ها و طالبا میشد جدا بسازه و بندهای دیگهش که آغاز مذاکرات و آتش بس بوده که ایره جدا بسازه، چون مسئله افغانی میشد. اما بوده که اینا در 29 فوریه سال گذشته توافقنامه را امضا کردن، اما مواردی که مربوط خود افغان ها با طالبان میشد او را ماندن و بالاخره بعد از امضای توافقنامه هم مشکلات را ایجاد کردن در شروع مذاکرات. همچنان وقتی که مذاکرات آغاز شد باید از بسیار، اگر کسی نیت خوب داشته باشه و به نیت مذاکره بشینه تا ای که یک جرگه شود، تا ای که به یک نتیجه برسن، از مسائل بسیار خرد ریزه کوچک، چیزایی که امکان توافق بالا از او است، از او شروع میکنن و استاستا به چیزایی که زیاد اختلاف برانگیز است به او میرسن. اما طالبا در روز اول فقه نفیر موضوع شده، اولین نشست خود که هنوز در اولین جلسه فقه نفیر شروع کردن و یک مسئله بسیار ریشدار و مشکل برانگیز بود که سال را فقه نفی چه ارتباط داشته اگه اینا نیت مذاکره را می داشتند. باز ما شما دیدیم که بالای امو طرز العمل ماها ای طول کشید و تا ای که به بنبست مواجه شد و بالاخره هم در روزی که باید اینا اجندا را دوباره تبادله میکردن که فکر میکنند 20 جنوری سال همین سال جاری بود، بعد از او مزایمت های را خلق کردن و مسئله انتخابات امریکا هم به میان آمد. در اوج اینا تصمیم هم گرفتن نمیتونستن که در صورت که امریکایی ها خارج شوه، اینا دیگه به این فکر هستن که ما توسط به زور میتونیم حکومت سقوط بتیم، دیگه حاجت به مذاکره چی است؟ آقای فروزان، از انتخابات آمریکا یاد کردین. زمانی که بحث انتخابات آمریکا مطرح بود، شما رو به این باور بودن که حالا انتخابات آمریکا سایه انداخته بر نشست بین افغانی، بین طالب و حکومت افغانستان. حالا نتیجه انتخابات آمریکا معلوم شد، اداره جدید به وجود آمد، اداره جو بایدن. حالا تصمیم برای شد که سر از اول ماه می خروج آغاز میشه. حالا طالبان به نحو یک بار میگه که تنها مانی در برابر پروسه صلح افغانستان رئیس جمهور غنی است، گاه میگه که تنها مانی در برابر پروسه صلح افغانستان خروج نام های افراد و اشخاصی که از فهرست سیاه سازمان ملل است باید این خارج ساخته شده و افراد وابسته به طالبان، گاه میگه که به قول شما مسائل حنفی را مطرح میکنه. چرا یک دیدگاه واحد وجود نداره بین طالبان؟ یا به نحوی به دنبال بهانه هستن تا زمان بگذره و این خروج به پایان برسه و اونا فکر بکنن که میتونن از طریق زور و با استفاده از سلاح گرم قدرت را بدست بگیرن؟ بله کاملا، انتخابات امریکا هم به اونا کدام تعلق نداشت، یگانه ربطی که میگرفت تا ای که بفهمن که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج میشه، اما
تفکری که آقای بایدن داشت و یا استراتژی که در قبال افغانستان آقای بایدن داشت اون معلوم شود. اگر اینا خارج میشن دیگه طالبا ضرورت به نشست ندارن دیگه، و به این فکر هستن که ما توسط توسل به زور افغانستان دوباره تصرف میکنیم با بعد از خروج نیروهای آمریکایی، دیگه اونا به نشست ضرورت ندارن، فقط زمانکشی میکنن. درست. هدفشون از زمانکشی چی است آقای فروزان؟ آیا به این فکر هستن که میتونن از طریق زور قدرت را به دست بگیرن؟ بله، خصوصا نیروهای جنگیشان، کسایی که در جبهات هست، اینا همگیشان همین قسم سالها برشان گفته شده از روز که امریکایی آمده، اینا دلیلی که حکومتشان سقوط کرد آمدن امریکایی ها را میدانن، پس به اون خاطر اتومات به صورت که آمریکا خروج شود یا باید دوباره پیروز شود. ای طرز فکر، ای تر یک خیال، ای تر یک بمی باورمند هستن اینا که دلیلی که سقوط کرده بودن امریکایی آمدنش بود و رفتن امریکایی خود به خود به اونا پیروزی نصیبشان میشه، در حال که در افغانستان در وقت نیروهای امنیتی وجود نداشت، حکومت وجود نداشت، در زمانی که مجاهدین در اینجا در شهر کابل بودن، شهر کابل به 7-8 قسمت مختلف تقسیم بود، هر یک سیستم ملک توایفی بود و مجاهدین سخت مردم ازشان به خاطر جنگایی که در داخل کابل و ایران کرده بودن سبب قتل مردم شده بودن، کشتار مردم، مهاجرت های مردم، سخت نفرت داشتن و هر نیرویی که در وقت می آمد و از او حالت افغان ها را نجات می داد، خصوصا شهریان کابل، اینا ازش استقبال می کردن و دلیل پیروز شدن طالبا در او وقت یکی استفاده از نام ظاهر شاه بود و یکی نجات از اوتر یک سیستم ملک توایفی و نظام هم وجود نداشت، حکومت وجود نداشت، یک آقای مسعود با آقای ربانی در ارگ بودن و قسمت های از کابل در اختیار از وا بود و بخش های دیگه شما مربوط دیگه تنظیم ها می شد، اصلا تا آخر اونا در یک کشمکش بین خود بودن، در اوتر یک حالت موفق شده بودن. اما امروز قضیه کاملا معکوس از اوست، 90% مردم افغانستان نظام از نظام حمایت میکنه و در عین زمان نیروهای امنیتی بسیار قوی ما داریم، منظم در حدود 300 یا 350 هزار نیروهای امنیتی است و حتی گروهایی که در او وقت هم با طالبان مقاومت کرده بودن اونا امروز پولدارتر هستند، تمویل تجهیز هم شدگی هستند، در او وقت همین گروه ها هم اصلیشان در بین جنگ های داخلی در بین خودشان در مخالفت ها بین خودشان پولشان هم ذخایرشان هم منابع پولیشان منابع تمویلاتیشان همگیش ختم شده بود. امروز هم دولت نیرومندتر است، هم مخالفین طالبا که به شکل ملیشه‌ای هم اگر انسجام پیدا کنن اونا هم نیرومندتر هستند. به این میره بسیار بعید میبینم که کس در افغانستان سقوط کنه، این صرف سبب یک جنگ دوامدار، یک بینظمی و بدبختی در افغانستان به میان میاره، دیگه کس نه حکومت سقوط میکنه و نه گروه های مقاومت، اگر مقاومت دوم و سوم تشکیل شه اونا هم سقوط نمیکنن، نیرومندتر هستن و طالبان هم سقوط نمیکنن، صرف یک حالت خیلی خراب، یک جنگ داخلی، یک جنگ بسیار، اگر طالبا به این پی نبرن این درک نکنن که وضع به اون شکل که سابق بود به اون شکل نیست، مسائل باید دقیق برنامه جنگی خود دقیق بفهمن و مخالفین خودم توانشان هم بفهمن درک کنن، اگر به صلح تن نتن و از راه مذاکرات پیش نبین ای به خودشان هم عواقب بسیار خراب خواهد داشت و به تمام مردم افغانستان. حالا حکومت افغانستان، آقای فروزان شما اشاره کردین که حاکمیت مطلق از حکومت است، به حکومت افغانستان هم بارها گفته که در حرفایش به نحوی انتقاد کرده از طالب و گفته که طالب مانی صلح است، ولی طالب گفته که حکومت مانی صلح است. برخی هم به این باور هستند که تا جای هم حکومت گام بر نداشته به خاطر نشست استانبول و نشست دوحه و حتی به خاطر رسیدن به سال، چرا که برخی به این باور هستند و سیاسین به این باور هستند که حکومت به ویژه آقای رئیس جمهور غنی نگران از دست دادن قدرت است. زمانی که بحث اعتماد به وجود میاد، بحث یک صدا بودن به وجود میاد، هنوز خلاهای دیده میشه، درس هایی دیده میشه که پر کردن این درس ها و خلاها ها نیاز بود که باید اگر ما قرار می بود که میرفتیم با یک گروه می نشستیم صلح می کردیم باید این خلاها ها نمی بود. حالا فکر می کنید که حکومت افغانستان هم
مانی بوده تا جایی به خاطر رسیدن به صلح و به خاطر نشست هایی که باید به خاطر صلح افغانستان برگزار می شد؟ خب تمام موارد که شما گفتین ما با اونا تا جای موافق هستم. طبیعیه که کسایی که در قدرت می باشن اونا در پی دوام قدرت خود می باشن، این خصلت هر انسان است و هر کسی که در قدرت بوده با امو تلاش کرده تا یک مدت. اما در پولیش ایران باید ما درک کنیم که همین شرایطی که بالای حکومت تعمیل شد، یک کشور سیومی با یک گروه شورشی در یک مملکت دیگه توافق کردن و حکومت مجبور ساختن که 5000 زندانی رها کنه. هر کسی که بالای از انتقاد میکنه و ایره میگه که زمان کشی کرد حکومت، خود در جای اینا قرار بتن، ای کدام 5 نفر زندانی نبود، نه 50 نفر زندانی بود، نه 100 نفر که به خاطر حسن نظر حسن نیت رها میشد. کی در تاریخ دنیا تا حالا 5000 زندانی را رها کرده؟ می تو بپرسان کسایی که انتقاد میکنه که حکومت ما نیست، حکومت وقت کشی کرد زندانی ها را رها نکرد، خودشان خود در جای آقای غنی یا در جای حکومت قرار بتن، 5000 زندانی را کسی رها کرده به خاطر از اینکه صرف یک وعده ای که هیچ ای خود کدام توافق نامه امضا نمیشد که به خاطر از او رها شون اینا، نه کدام پیمان صلح بود، نه کدام وعده آتش بس بود، صرف یک وعده میانتی که ما با شما در یک میز میشینیم، خلاص همه قدر بود خیر تمام. به خاطر از این رهایی 5000 زندانی مخالف دولت که مسلحانه اینا دستگیر شده بودن و مخالفین لیست از او را تهیه کرده که چون نفرهای بسیار اعتمادی و همونطور به اصطلاح مورد پسند و زبردستشان بود، اینا را چطور کس توقع داره که همینطور بپرسان رها میکردن؟ در قسمت هایی که حکومت مثلا بعضی انتقادات که من هم دارم بالایشان، مثلا بعد از اینکه لویه جرگه فیصله کرد باید دفتن رها میکردن دیگه، تمام با آنهایشان هم تمام شده بود، باید در وقت رها میکردن زندانی ها را. مثلا در قسمت های دیگه که مشکلات را ایجاد کردن که بالاخره خطوط سرخ را تعیین کردن که با خطوط سرخ پایدار هم باقی نماندن، اما در آخرش آقای غنی شرایط خود به اصطلاح آیست آیست اما خود سرخ خود شکستان و بالاخره به این حاضر شده که در نتیجه یک انتخابات زعیم آینده کشور تعیین شود و یایی که خودش گفته که من در انتخابات هم کاندید نمی باشم دیگه، از این که در فکر نمی کنم که چیزی بیشتر کرده بتانند. درست است که شاید در بعضی قسمت ها زمان کشی شده باشه، اما فعلا امروز آقای غنی خودش حاضر است که در انتخابات خود کاندید نکنه و اگر سال بیای حاضر است که 7000 زندانی را رها کنه و 5000 سابق هم رها کرده، حاضر است که به نشست استانبول بشینه و تیم مذاکره کننده را از دوحه تا حال را نخواستن، با وجودی که طالبا رفتن سفرها کردن به جای دیگه، به پاکستان رفتن، به مسکو رفتن و نشست استانبول هم رد کردن، اما انتقادات زیاد بازم بالای طالب هست نه بالای حکومت. بسیار خوب، حالا پس میگین که مردم ملامت و سلامت را تمیز بکنن، طالب بیشتر مقصر است و حکومت کمتر، درست؟ خب حکومت مسئولیت های داره که آدم نمیتونه با یک گروه شورشی او را بگه که دو جانب درگیر در جنگ، این جنگ تنظیما نیست که در اینجا دو جانب درگیر در جنگ باشه، یک طرف یک حکومت است و حکومت ها معمولا، درست است که ما یک حکومت ضعیف داریم، اما حکومت مسئولیت از این داره که حتی اگر در یک گوشه و کنار یک کشور بیخی در بالای کوهایش هم اگر یک نفر با یک حتی با یک بوکس پنجم بگرده او را باید حل سلا کنه، این آدم نمیتونه که اقدامات را که حکومت به خاطر مار ساختن جنگ، به خاطر مار ساختن مخالفین خود میکنه، با یک گروه شورشی آدم در یک ترازو قرارشان بده. درست است که به خاطر صلح باید اقدامات شه، به خاطر صلح باید حسن نیت به میان بیاید، باید از بعض مسائل بگذرن، اما این به این معنا نیست که آدم در اینجا ملامت و سلامت کاملا فشار بالای حکومت باید استعفا بده، حکومت باید دوره 5 سال خود تکمیل نکنه، رئیس جمهور باید کنار بره و طرف طالبان تمام فرمایشاتشان فقط 5000 زندانیشان هم رها شوه که به خاطر که قار نشن، از ادبیات خراب باید اینا میکشن، اینا مردم بعد از مثلا هفته کاهش خشونت 23 نفر
اردوی ملی را در زابل اینا در دادن سوختاندن از اون روزی که هفته کاهش خشونت تمام شد تا به امروز خشونت ها افزایش یافت و در مقابل بعضی کسا را من ببینیم که میگه که گپای خراب نزنین که طالبا قار میشه. خب آدم انصاف داشته باشه، خب یک طرف بالاش اینقدر فشار باشه که هم از حکومت کنار برو هم دوره که تو انتخاب شدی به هر شکل که بود، حالا قوانین افغانستان خطر نیست که به 950 هزار نفر رای دهنده کس حکومت کرده نتونده اوجه فیصدی تعیین شده، اگر از 5 نفرم رای میداد 2 نفرش 3 نفرش به آقای خنی رای داده می بود، هم در قانون کد ممانعت نیست. ای که به نظر خود هر کس بر از دو یک توجیه میده که باید مشروعیت شقتک ندرست است که مشروعیت کامل نداره به اون شکل که رای بسیار زیاد، اما فعلا یک حکومت است که نظر به مو شرایط همون وقت به مو رای گیری که شده بود با اکثریت رای در زمان حکومت داری قرار داره مثلا. و اینا حاضر هستن که دوره حکومت خود کوتاه بسازن، حاضر هستن که انتخابات زودنگام کنن، حاضر هستن که حتی خود کاندید نکنن و جانب مقابل هم به جنگ افزایش میده، هم به خشونت افزایش میده و هم فرمایشهایشون باید قبول شوه. ایره باید کمک آدم منصفانه ببینه، طرفی که از به خشونت دست میزنه، طرفی که حاضر نیست که در میز مذاکره بشینه، طرفی که انعطاف پذیر نیست، فشارها باید بالا از اونا اضافه شوه. فشار آقای فرزان، زمانی که بحث احرام فشار مطرح میشه، طالبی که با حتی با چند هزار نفری، یعنی شما میگین که فشار است و حکومت هم باید زندانیانش را رها بکنه و خواستایشان را بپذیره، یعنی شما به نحوی میگین که حکومت هم مجبور است و فشارهایی که بالای حکومت بود، این خودش به نحوی پرسش برانگیز نیست زمانی که بحث حاکمیت مطرح میشه و شما میگفتین که آنقدر هم که مردم فکر میکنه آقای رئیس جمهور نامشروع نیست، یعنی مشروعیت نسبی داره. زمانی که مشروعیت نسبی داره، زمانی که حاکمیت مطلق و نیروها همه اختیار به دست آقای رئیس جمهور است، پس احرام فشار چند هزار نفری چی میتونه باشه که حالا تصمیم آقای رئیس جمهور تغییر بکنه، حتی ای بتونه که عمر حکومت خود را کوتاه اعلام بکنه، حاضر شبه که از طریق انتخابات بیان؟ این به نحو خودش پرسش برانگیز از پیش مردم افغانستان. اگر قرار باشه که طالب صلح نکنه و نیتش هم صلح نباشه، چرا باید طرفی که خبر باشه و از نیت طرف دیگر بیا همچون مسئولیتی را بپذیره و همچون کار را در قبال از بکنه؟ خب اینجا امریکا آقای خلیلزاد هم پروسه صلح را، روند صلح را یک جای با انتخابات از وقت که آغاز کرد در امونجا با یک نوع مشروعیت انتخابات اینا آیست آیست خراب ساختن. شما دیدین که چندین تیم انتخاباتی اصلا در انتخابات وقتی که میرفتن، مثلا آقای شهاب یا شعیب، او میرفت تبلیغ صلح میکرد، میگو برای من رای نتین صلح میه. آقای اکمتیار میفته که من صرف به خاطر انسجام کردن حزب خود ما کمپاین میکنم، اصلا انتخابات در کار نیست. آقای مثلا اتمر تیمش از هم پاشید کاملا به خاطر صلح. آقای عبدالله تا به یک ماه آخر کمپاین خودش شروع نکرد، از اون وقت شروع شده که حکومت باشیه رفته و اینا میخواین که به یک شکل مشروعیت حکومت کم بسازن آیست آیست، به خاطر از این که یک بیلانس بین طالبا و حکومت ایجاد شود تا اینکه از هر دو طرف اینا به یک توافق برسن و یک حکومت را تشکیل بدن که تمام افغان ها به شمول طالبا، آقای عبدالله و کسایی که در دور آقای عبدالله در انتخابات بود، آقای غنی، همگی از اینا سهم داشته باشن و اینا یک جایی در مقابل داعش و القاعده و دیگه گروه های تروریستی مبارزه کنن. تو اینکه ولی همه چیز امریکا برعکس از آب درآمد. آقای فروزان، آنچه که شما پیش اشاره کردین، جنگ شدت یافت، نشست ها به بنبست خورد، حالا طالبان دو پای خود را به یک موزه کرده که میگن 7000 زندانی باقی مانده دیگه هم رها شوند و حتی نام افراد و اشخاص و رهبرانشان باید از فهرست سیاه حذف شود. و این فکر نمی کنید که به نحو حاکمیت مطلق را زیر سوال می برد؟ کاملا کاملا. ببینین در دور پیش هم که وقتی که زندانی ها رها شد دیدیم که خشونت ها افزایش یافت، در بین خود شهر کابل ترورای هدفمند شروع شد، به مای چسبکی یک موجش شروع شد
اینا همگیش کسایی به نظر ما کسایی هستن که شاید از امو تعداد کسایی که از پلچرخی یا از زندان پروان یک تعداد زیاد شاید یک 20% در حدود 2000-3000 نفرش در کابل فعالیت تشروع کرده باشن. اسلحه در بین کابل موجود است، بم موجود است، فقط اینا یک تعداد کسایی را که شاید لستشان برشان رسیده باشد، داده شده باشد، اونا را کشته میرن و نتیجه بسیار خراب ما از او گرفتیم. خود از خود رای 5000 بالای یک حکومت 5000 زندانی رای از تعمیل کردن از مشروعیت یک حکومت میکاه، به خاطر از که حکومت که از خود مستقل باشه، استقلالیت داشته باشه، او به خاطر یک توافقنامه که یک کشور سیومی با یک گروه شورشیش در یک کشور دیگه امضا کرده باشه بالای از تعمیل میشه. به این شکل خودش مشروعیت نظام از بین میبره و اگر دور دوم ای افتزار زندانی را میشن از لست سیاه اشخاص که در لست سیاه هست از طرف طالبا اینا هم نامایشان دور میشه، ای دوباره بیشتر از مشروعیت نظام و همچنان طالبا را دگام روی میته و اونا میدانن که ما با همی فرمایش ها و با همی تندروی با همی افزایش خشونت ها قتل مردم به اهداف خود میرسیم. درست، حالا باید این نشست برگزار شد با آقای فروزان، چون همه نگاه ها طرف نشست استانبول دوخته شده، شما رو فکر میکنن که 40 سال جنگ افغانستان ریشهش در استانبول خشکانیده میشه، حالا چه کار باید صورت بگیره که آنچه که گفته شده با مذرت که این نشست به زودی برگزار نمیشه، برعکس از او شده که باید برگزار شده؟ حکومت افغانستان، طالبان، ایالات متحده آمریکا وظیفهشون چی است؟ از احرام فشار کار بگیرن یا بشینن مشکل خود را حل بکنن و این نشست برگزار شده و دیگر خونریزی در افغانستان قطع شده؟ ببینید، به نظر ما طالبا رای زندانیایشان، نشستشان در دوحه همگی از یک حرکت تاکتیکی است. بر طالبا امتیاز دادن قبلا هم درست نبود، نتیجه خراب داده. دوباره هم اگر ما امتیاز برشان میتیم در رای زندانیا، ای هم تکتیکی است، نشستشان در استانبول هم همین قسم وقت کشی و زمان کشی خود باشه. به نظر ما فشار باید بالای طالب آورده شود، بالای پاکستان آورده شود تا ای که ما یک نتیجه بهتر بگیریم. به نظر ما طالب ها به این فکر هستند که اینا بعد از خروج امریکا یا حکومت سقوط میتن. این وقت از ایست که جانب جمهوری اسلامی افغانستان، کسایی که تحت بیرق از او در زیر نظام زندگی میکنن، همه گیزی ها منسجم شوند تا ای که طالبا شاید 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه بعد از خروج امریکا یا اینا تمام تلاش خود کنن و وقتی که فهمیدن که ناکام میمونن در توسط توسل به زور شکست داده کسره نمیتونن، در اون صورت اینا صادقانه به مذاکره حاضر میشن، در اون وقت است که مذاکره نتیجه میده. حالا به نظر من طالبا یک تاکتیک، یک بازی را شروع کردن که ایت نتیجه خوب ما ازش نمیگیریم. ما در وقت نتیجه خوب میگیریم که خود طالبا به این بفهمن، درک کنن و خودشان تجربه کنن امین ناکامی تلاش های آخری خود که بفهمن که در صورت نبودن امریکایی هم اینا قادر به شکست حکومت نیستن، در اون صورت باز میشینن در میز مذاکره و صادقانه بحث میکنن مسائل. دیده شد که بعضی که خاص طالبان به نحو پذیرفته نشد، اگر پذیرفته هم شد کمی دیرتر، و اونا روی آوردن به گزینه نظامی، به نحو فشار آوردن که اگر شما به خواست ما تمکین نکنین ما میتونیم از گزینه نظامی استفاده بکنیم. حالا گزینه نظامی طرف مقابل حکومت افغانستان میتونه که یک فشار هارد باشه طرف طالب، به طرف طالب، و اونا را مجبور بکنن که از طریق گزینه نظامی مجبور بکنن که بیان به نشست استانبول شرکت بکنن و این مسائل را از طریق گفتگو حل بکنن، در کنار گزینه‌هایی که شما اشاره کردین آقای فروزان. بله، در قسمتی که طالبان چه وقت جنگ زیاد میکنن، چه وقت خشونت زیاد میبخشن، چه وقت کم میکنن. ببینید، طالبان پیش از اینکه امریکایی‌ها در افغانستان به هم جنگ میکردن و بعد از اون جنگ خواد کردن، بودن نبودن امریکایی‌ها و یکی کی چی میکنه پیش از وقت مطرح نیست، یک گروه تمامیت خواستن و اونا امو یک گروه عقیدوی هستن تا اینکه به مو تعریفی که خودشان از یک حکومت اسلامی دارن تا اینکه او برقرار نشه اینا جنگ میکنن و دیگه کسایی که مخالفشان باشه یا نابود میکنن، خدا کنه که اونا مسلمان ترین انسان ها هم باشن.
پشت از هم نمیگن که از کدام قوم است، از کدام مذهب است، چقدر مسلمان است، فقط به تعریفی که خودشان از اسلام دارن امو باید در اینجا استقرار پیدا کنه در افغانستان. و در این زمان بانهای دیگه به نظر من همگی از این بانه است و به امو تلاش دارن. دوم دیگه ای که شما از جنگ، از فشار نظامی ببینید، با طالبا مثلا با طالبا قسم جنگ نشده که تمام ملت منسجم شده باشه یک جای متحدانه. همیشه در بین افغانستان مشکلات بسیار زیاد وجود داشته. وقتی که امریکایی آمدن دو سه ماه اول، وقتی که آیست آیست جنگ ها دوباره کم شد و باز پس وقتی که یک سال بعد دو سال بعد آغاز شد، آقای کرزی خودش مخالفت میکرده، خودش دلسوزی پیدا کرد به طالبا. آقای کرزی اونا را برادر میخواند، از جنگ های از عملیات شبانه جلوگیری میکرد، از زندانی های طالبا را میخواست که رها شود. با زندان بگرام، در مسئله زندان بگرام با امریکایی ها بسیار در جدال بود و در مخالفت بود. با قراردادی های امریکایی که بعضی کارهای میکردن در وقت زندان ها، با اونا در مخالفت بود. یک مبارزه از طرف خود دولت به شکل شاید و باید شده مقابل طالبان نشده. بعد از اون امریکایی ها را شما دیدید وقتی که آقای اوباما آمد گفت من اگر 40,000 تعداد نیروهای خودم میسازم، اما به خاطر از این ما بلند میبرم در جنگ ما برنده نمیشیم، چون خود افغان ها هست، ما صرف میخواییم که مذاکرات طالبان را به میز مذاکره بکشانیم. وقت برآمدنشان هم تعیین کرد که دو سال بعد یا سه سال بعد میبرند. پس در آخر 2014 به این شکل جنگ خو نمیشه که وقتی که آدم به یک تصمیم بره که من صرف میرم برای یک مدت، باز بعد از او ترک میکنم اونجا. بسیار خب آقای فروزان، اگر خوشبینانه بحث بکنیم برای ازی که حالا این نشست برگزار میشه از دید خود شما و مشکلات افغان ها بالاخره نقطه پایان گذاشته میشه. ما به این عقیده هستم که تا وقتی که طالبا به این عقیده نشن که در جنگ برنده نمیشن، اینا مذاکره صادقانه نمیکنن، با او صرف در وقتی ای کار یعنی میشه که با وقوع بپیونده که تمام افغانهایی که طرف در جانب نظام هستن منسجم شوند و یک جای فشار بیارن تا ای که طالبان مجبور شوند که وارد یک مذاکره صادقانه شوند. تا او وقت اینا صادقانه مذاکره نمیکنن، وقت کشی میکنن. بسیار تشکر آقای فروزان، ممنون که وقت گذاشتید. تشکر از شما. سلامت باشید. ادامه آغاز روز هم پس از یک وقفه کوتاه.